had a... It can be a little bit lower, Mike. No, I wouldn't worry at all. It's quite a big day at the screening for you. چند تا نقطه خیلی تاریک توی تاریخ ادبیات و جریان روشنفکری توی ایران توی دوران معاصر وجود داره که این چند تا نقطه همیشه برای من خیلی سوالای بزرگ بود و دوست داشتم بدونم که اون نقاط تاریک توش واقعا چی قرار داره. یکی از این ماجراها ماجرای اتوبوس بود و این شد که من تصمیم گرفتم که به این موضوع فکر کنم. ماجرای اتوبوس که خیلی واقعیه، یعنی حتی من سعی کردم منبع و رفرنس هم آدمایی باشن که توی اون اتوبوس بودن، ولی بقیه ماجراها رو من از آدمای مختلف الهام گرفتم و از واقعیت الهام گرفتم و با ذهن خودم تلفیق کردم و فقط میتونم بگم که این یک الهام جدی از واقعیت داره، ولی به هر حال یه فیلم مستند نیست. آره این درسته و لحظه ای که من تصمیم گرفتم راجع به این موضوع یه فیلم بسازم میدونستم که اصلا ساده نیست از هیچ نظر. تولیدش سخته، مسائل ممیزی انقدر زیاده که در واقع میشه گفت هیچ مجوزی وجود نخواهد داشت و خیلی چیزای دیگه. و اینکه من میخواستم واقعا مستقلا این فیلمو بسازم، برای اینکه اولین کاری که اونا همیشه میکنن وقتی پای یه تهیه کننده وسط باشه، اونا میگن که تو با یه پول خارجی فیلم ساختی و یه چیزای خیلی خیلی دشوار دیگه ای که باعث میشد من و گروه هم خیلی تنها بمونیم. بنابراین وقتی که این تصمیمو گرفتیم میدونستیم که هر دشواری جلویمون هست و این دشواری رو فقط میتونستم با آدمای این گروه پشت سر بذارم، هیچ جور دیگه ای امکان نداشت. بنابراین الان میتونم بگم که سرمایه واقعی من برای ساخت این فیلم آدمایی بودن که حاضر شدن کمک کنن. خب بذاره اینا این روشامو نگه دارم، شد بعدا دوباره بخوام استفاده کنم تو فیلم های بعدی.